مردم افغانستان با کلتور است، با فرهنگ است، با ادب است، مسلمان است، با عزت و با غیرت است، مهمان نواز است، منهای طالبها. میگه از یک پیرمرد پرسان کرد، گفت کاکا، گفت بله. گفتم خرس تخم میکنه اگه چوچه؟ بیشتر سرم نمیشد، خرس تخم میکنه اگه چوچه، بد جناور است. عالم طالب جناور است، از جناور هیچ چیز بعید نیست. ای آن که در نگاه تو خورشید خفته است، برنامه را به نام تو آغاز میکنم. سلام دوستان عزیز، بنده نظیر عظیم کریمی، فعلا از یک جای متفاوت، یعنی از کاخ سفید، بارک الله قصر سفید، با شما هم کلام هستیم. و یاد میآید که سالهای پیش، 20 سال قبل، آقای کرزی و هیئت افغانی و گیردار بود، مهمانی های افغانی بود اینجا. حالا آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ورد زبان است و نقل مجلس است، امروز تشریف آورد به واشنگتن و میمان امتای امریکایش آقای بایدن بود و این یک درس بر ما یاد داد. من آمدم به خاطر از اینکه این مسئله را تحت پوشش قرار بدم در مورد فرمان جدید طالبا مبنی بر مسدود شدن مکاتب و تمام نظام تعلیمی برای دخترای افغانستانم یک دادخواهی کنم. برحال گزارش خود ما علیده گرفتیم. آله به خاطر از اینکه نظر کارشناسا و صاحب نظرها را داشته باشم، جناب عبدالستار حسینی وکیل پیشین پارلمان افغانستان در لاین اسکایپ با خود دارم. آقای حسینی را هر وقت صدا کردیم نه نگفتن خانه شان آباد. آقای حسینی عزیز، همونطور که من براتون گفتم، من به کاخ سفید هستم، شما میبینین این جمع و جوش و گیرودار و خوشبوش برای آقای زلنسکی. مرا به یاد سالهای قبل آقای غنی و آقای کرزی انداخت که در اوایل امریکا یا ابرقدرت ها به تمام کشورهایی که به اصطلاح دستشان زیر سنگ اونا است خیلی خوش خدمتی میکنه. امیال وزارت دفاع اعلان کرد که 1 بیلیون، 1.2 بیلیون دلار به اوکراین کمک میکنه، که آقای زلنسکی دست خالی نمیره دیگه. ما میخواییم که در خصوص این مسئله و همچنان مسئله فرمان اخیر دیروز طالبا بالای قشر اوناس افغانستان از شما نظر بگیرم که چی فکر میکنین؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض ادب خدمت خواهر مبارزم و خواهر ما که به خاطر عزت و شرف و همیشه حق خواهران ما مبارزه کردین. شما یک خواهر مبارز ما هستین که شما نمونه هستین، انگیزه میدین بر ما مرده ها انگیزه میدین که مبارزه ای است که از صبح ساعت 8 بلند شدین الا هکنون گشنه است، ساعت 3 بجه روز است به وقت آمریکا، ساعتی که من در این کشور هستم سهل میکنم در آمریکا ساعت 30 هست. شما بازم گشنه هستیم به خاطر حق و حقی مردم افغانستان مبارزه میکنیم. ای کاش که رهبران ما اندازی از آرام سی شما میکوشید، تلاش میکرد، امروز افغانستان گلزار بود. خب ببینین، میاییم سر فرمان یا حکم طالبا که خواهران ما از پنتونها یا دانشگاه ها، کسی سمستر 4، کسی سمستر آخرش و کسایی که اول شامل پنتون شدن، اینا یک یعشی نامیدی بر خواهران ما، بر دختران ما، بر مادران ما که استادای پنتون بودن، اینا بر جهان به اثبات رسوندن که اینا به هیچ میار مادر نیست، نه به میار حقوقی، نه به میار علمی، نه آنچه که علم بر زن و مرد در قرآن شریف آماده فرض است، اینا به هیچ پیمانی آماده نیست. یک سال شده، 1.5 سال شده، تمام خواهران ما که بالاتر از صنف 6 بوده اینا رو گوشی خانه شانده. خب شما ببینین جایی که شما هستین، در رابطه به رئیس جمهور اوکراین گفتین که از او استقبال شدن و وزیر دفاع گفتن، همونطور یادآور شدین که قبلا رئیس جمهور آمده، کرزی آمدن و اشرف غنی آمدن. سرنوشت ما چی شد؟ سرنوشت ما امروزی شد که 40 میلیون انسان، خواهر و مادر، دختر و جوان ما کلگی از وطن آواره و بیچاره. او کسایی هم که یا پاسپورت نداره یا نمیتونه از وطن بیرون شوه، امروز تمام ملت افغانستان چی در داخل چی در خارج طی 24 ساعت 48 ساعت گریان میکنم. اینا باعث بدبختی همی آمریکا هست، همی کاخ سفید است، همی سیاست های خصمانه ابرقدرت ها هست. در افغانستان جنگ معاون است،
در افغانستان جنگ بر قدرت ها هست، منافی جنگ های نیابتی هست، جنگ های استخباراتی هست و این طالب ها اجیران خودفروختی امو کاخ سفید است، امو سیایی است، امو آیس های پاکستان است، از امو آی ایماتکس لندن است. اینا هست که به هیچ میار آماده نیست. یک من بر مادر خود احترام قائل استم، بر زن خود احترام قائل استم. من سال 74 ازدواج کردم، تا اکنون من از اولاد و دختر و بچه خود خبر ندارم. هر کدوم دکتر شده، از فاکولتی شریعت اول نمره فارغ شده، از طب فارغ شده، اما من از من نبودم، همیشه بیرون بودم، همیشه در مبارزه بودم، همیشه در تپ تلاش بودم، یک وکیل بودم، همون زن بودم که اولاد مرا رسانده. اینا مادر بر دختر بر امسر هیچ نوع احترام قائل نیست. اینا خواهر و مادر و دختر یک جنس دست دو فکر میکنم. اما نه، اگر ما امت رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستیم، او وقتی که نماز میخوند بی بی عایشه پایزو دراز بود، پایزو رو با دست خود او طرف میکرد، سر جای نماز میره به سجده، سجدیش خلاص میشه، پایزو رو پس سر جایش میموند، میگفت ناراحت نشو. خب پس اینا پیروان پیامبر ما نیست که بزرگترین رهبر جهان اسلام است. اینا پیرو قرآن مجید نیست که گفته علم بر زن و مرد فرض است. پس اینا قلب انسان ها، میلیون های انسان امروز در افغانستان شکستانده. این طالب یک پروژه هست. پروژه هم از امون جای هست که امون جایی که شما استاد هستید. پروژه هم از جایی هست که از پاکستان هست که زن بچی اینا در پاکستان هست. اینا نمیخواه که افغانستان جور شد. من چیزی که من میخوایم سر رهبران که طی سالیان سال خون ملت افغانستان مکیدن، سر نظامی های قهرمان خود، سر خواهران مبارز خود که مبارزه را بر مردای افغانستان نشان داد که مبارزه در افغانستان یعنی چی. امروز هم همون خواهرای ما دم پنتونای خود استاد بود، برای علاوه که حکم ملا غایب هم بود باز هم آمد استاد شد به خاطر حق و یادی حقوق خود. بیایید که دست به دست هم دیگر بدیم، روز به روز طالب عزت، هویت، شرف، وقار، منافی ما را برباد میدن. بیایید که در مقابل زی اجیرا ماننده که ما در تالار صدا میکردم که ای ملت افغانستان، بیایم که جهاد بر علیه زی خود فروختها اعلام کنیم، در مقابل زینا استاد شویم. عالم بر از رو طالبایی که به خاطر منافی ملی افغانستان میاندیشه، به خاطر عزت دختر خود میاندیشه که فردا خانم زو پیش یک مرد تدوین شوه، پیش یک خواهر مادر دختری که طب خوانده و دکتر طب شده پیش از او بیای کنار ملت افغانستان استاد شوه، در مقابل دی اجیرای پنجاب و CIA پاکستان و ISI بیایم استاد شویم، بیایم در مقابل زینا که به هیچ میار ایمانی و دینی و وجدانی ما هیچ باورمند نیست، غرور ملت افغانستان اینا زیر پای کردن. بله یقینا آقای حسینی عزیز، بله بله، همیشه شما صدایتان بلند بوده و در این رابطه صحبت کردین. حالا این تصمیم نو از اینا فکر میکنین که به حساب ایجاد حکومت مشارکتی که خواست امریکا و خواست بعضی حرکات و علاقات سیاسی که به وجود آمده یا نارامی های پاکستان است، ریشه از کجا میگیره این تصمیم بسیار قاطع و خشن طالبا؟ این یک چیز استثنایی است. حالا شما اگه به خاطر داشته باشین، اینا گفت مکاتب دخترای بالای سنف 6 به زودی باز میشه، بر علاوه که او باز نشد، اینطور تصمیمی که اصلا هیچ کس توقعیش نداشت. فکر میکنین مناسبات طالبا واقعا با بادارایشان با پاکستانی ها خراب شده، این دکته شده از طرف CIA پاکستان، و یا ای که مسئله دیگه است، اختلاف بین طالبای غلجایی و درانی و حقانی است؟ عقل شما چی حکم میکنه؟ خب اولا که مسئله پاکستان یک بازی سیاسی هست، یک بازی موش پیشک یا موش گربه میگیم او هست. اولا تمام امی طالبای اجیر خودفروختی، دست نشاندی، آیسای زن بچه های ازنا، فامیل های ازنا، تجارت ازنا، پول های ازنا، کلی که در پاکستان هست، هر کدام ازنا هتل برای خود ساخته، تجارت خانه داره، اینا نمیتونه بر ضد پاکستان شه. خیلی جنگ های مرزی روی چی اصلا صورت میگیره در سرحد بین طالبان پاکستانی و طالبان افغان؟ نمیفهم که نفر کشته میشه، خون یک آدم برای اینا هیچ ارزش نداره.
که بازی موش پشک میکنن، فدای بازی موش پشک میکنن، فکر میکنن بسیار وسیع هست. او یک بحث جداگانه بسیار وسیع هست که مخالفت ها بین درانی ها و غلجی ها، یعنی اقانی ها و ملای بیت الله. حقانی ها و پاکستانی ها بیشتر نزدیک است. اونا از او طریق میخواه سازماندهی کنه که برای پاکستان وانمود کنه که این مردم به نفع شما نیست، همیشه در گیری های بلدک، سازماندهی شده در بلدک توسط قوم غلجی، یا که اونا قوم غلجی ما عموم در بر نمیگیریم، همه خانواده اقانی ها که سازماندهی مینه بین اقانی ها و درانی ها که در رأس از ملا غایب است، اونا همیشه این مسائل دامن میزنن. ملاقای به نشناختم. ای بیت الله رحم یک افسر آیسای پاکستان است که اونا ملای بیت الله نام. سلطان هیبت الله است. آ دیگه کس اورا ندیده، اورا نمیشناسه، چیری زورا ندیده، در خیمه لوی جرگه آمد، پشت خود طرف مردم کرد، روی خود طرف دیوار کرد. ما چنین چیزی در اسلام نداره. گفت مسئولیت جانز و مسئولیت نداشته. وقتی که جانز و مسئولیت نداشته که تو تا کابل آمده، بعد اینجا که آمده اینجا خب مردم ها هست، اینجا خب ملت افغانستان است. گرچه که در از دو جلسه 1250 نفر از پاکستان از صوبه سرحد آمده بود، اونا کلگی همون کسایی بود که آیسای پاکستان با سرحد جای به جای کرده بود به خاطر نوار مرز، اما کلانای اونا را آورده بود به خیمه لوی جرگه به نام افغانا. این بحث داخلی بین اونا هست که اینا بسیار، او یک بحث دراز مدت است که بسیار وقت ما و شما را میگیره. من باورمند به ذی هستم که و بارها گفتیم امرای شما خواهر عزیزم هم مصاحبه کردم که در ریاست عمومی امنیت ملی، در وزارت مخابرات، در وزارت داخله، در وزارت‌های اکتیف و کلیدی زینا، در خود ارگ مشاورین آیسای پاکستان، جنرال‌های نظامی پاکستان، مشاورین پاکستان، اکثرا ولایت‌های مانند کنر، خوست و پکتیا، والی‌های اینا، قمندان‌های اینا پاکستانی‌ها هست که اینا سالیان سال هم روی اینا مشترکاً بوده، اینجی از افغانستان نیست، از پاکستان است. اینا صبح صبح هدایت می‌گیرن. سابق در زمان خلکی‌ها و پرچمی‌ها کجیبی روسا بود. بله، همین هدایت که میگیره همین وادارای از یه چی هدف داره که تا قانون سخت و ابلاغی سخت صادر کردن؟ میخواین واج بگیرن از امریکا؟ میخواین با طالبات میگین که غلامایشان هست؟ چی میخواین وادارا از یه؟ امریکا خودش خواست که در افغانستان چنین حالت بیاید، چون بحث امریکا به وجود آمدن داعش هست، از بین بردن یا وضعیت خراب کردن ایران است، آسیای میانه هست که عبارت از ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان است، امیال فیلن در سمت شمال شما ببینید در جوزجان، در مزار شریف، در سمنگان، در قندوز، در بدخشان، اینجا به می شرید تا به قسمت های نورستان کوه ها را افراد داعش جابجا هست، یوغورا جابجا هست، جیش محمد جابجا هست، ابو مسلم جابجا هست، یمنگانی ها جابجا هست. اینا یک بحث دیگه است. دو دفعه در سالنگ آتش سوزی شده. ما کسایی که در محل بودن، کس گفت من یک تانکر می آمد شیرایی که ما فکر کردن که او پاش میده داخل تونل، گفت من شیشه را پایان کردم، من دیده بوی پترول می آید. خود تیلری گفت خود به دست زد به تونل و تونل زد چپه شد. گفت ما لیورز گرفتیم، دیده کاتش آمد، موتر ماندیم، خود ما فرار کردیم. این دست و صورت و موهای و پشت گوشای سخته بود، عکس از پیش من هست. اینا کلیگی سازماندهی شده هست، اینا تمام جنگای استخباراتی هست. ما از کمک آمریکا، انگلیس، پاکستان، قطر، ما را صلوات، ما کمک زینا را نمیخوایم، ضرر بر ما نرسان. یقینم خیرت کنه، میرسه شر مرسان. دو تا مسئله دیگه، یکی در سمت شمال در تخار، بدخشان و چایاب اینا مردم بیجا میکنن، زمینایشون میگیرن، طالبان کسای دیگه را آوردن که گویا 100 سال پیش امیر عبدالرحمن خان قوالی و خانه و جایداد به اونا داده. آیا لازم است که این سر زمستان کسایی که 50 60 70 سال اونجا زندگی کرده از خانه و کاشانشان رانده شون؟ اولا خو اینا کاملا یک دروغ محض است.
اگر عبدالرحمن خان او وقت بردنا سند دادن، ما میتونیم گفته که در طول دوران تاریخ نشاط افغانستان که رئیس جمهور دو اشرف غنی خائن 39 رئیس جمهور بود، رئیس الوزراء 40، ما 6 ماه ابی بلای کلکانی از برادران تاجیک ما رئیس جمهور بودن، 4 سال و 3 ماه ببرک کالمر. همین مدت از اونا میتونیم بگیریم، بعد از ببرک کالمر بیایم تازی طرف آمد کرده و اشرف غنی. چرا اینا وقت ما قانون ثلاثه داشتیم، ما قوه مقننه داشتیم، قوه قضایه داشتیم، قوه اجرایه داشتیم، من منیس یک وکیل چه وقت اینا به شکل گروهی آماده بود؟ ما عضو کمیسیون امنیت داخلی بودیم، کمیسیون امنیت داخلی همیشه کارا و وظایف و ولایات ما پیش می بردم، چه وقت همین مردم آمد که این قباله ما، این سند ما، و ما در تخار، در قندوز، در بدخشان ما زمین داریم، زمینا رو ما را غصب کرده. اینا کیا هستن؟ کدام گروه از مردم هستن آقای حسینی عزیز؟ کسایی که میخواید جوگزین از این فیلیا شو و کسایی که فعلا زندگی میکنن. کلگی از پاکستان آوردن، اینا کلگی از صوبه سرحد آوردن، اینا افغانان نیستن. وقتی که عبدالرحمن خان این مسائل داده، عبدالرحمن خان این مسئله برمیگرده به 65 سال قبل، تی 65 سال خودت نبودی. از 15 سال مسائل حقوقی که میگذره دیگه حق دعوی نداره. شما کجا بده کال نواسی شما آماده زمین داره بادیجا؟ مردم اینا چی درامه ها را اینا طرح نکردن؟ اینا مردم از خانه اینا نمی کشیدن به نام که جند آمده آتش می زدن. باز یک نفر آورده که تو بگی کلمه خود بگو. اینا اسلام نام بد کردن، اینا از اسلام سوء استفاده کردن، اسلام چنین چیز نگفته خواهر ما. بله، یک کارشان هستید میخواین که از اسلام سوی استفاده کنن. یک مسئله دیگه آقای حسینی عزیز، جنجالای افغانستان چالش ها بسیار زیاد است. اخیرا آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان اروپا را با تام رسید، آمد پیش شما و ترکیه آمدن. شما چی فکر میکنین سفرهای آقای کرزی چقدر علال مشکلات موجود میدانین؟ دیگه بجز از او کسایی که شامل کابینی آقای آمد کرزی بودن که سالیان سال منفعت خوردن از او، فساد کردن، خانه داره در کشورهای اروپایی و آسیایی، و باز در این صدد است که باز آمد کرده است و باز همین تیم باشه و ما سم داشته باشیم. هیچ کس به این چیره های موره های سخته که افغانستان امروز قربانی امی کسا شدن، امی آقای آمد کرده بودن و ای آقای اشرف غنی بودن. اگر 80 فیصد حالا اگر امریکا تصمیم بگیره نمایندهشان خونه گرم گرم دیدار داره با آقای کرزی و با بعضی از فعالین حقوق زن و حقوق مرد بر خود است. ما قبلا هم گفته بودیم که خلیلزاد مانند ماکیاولی هست. ماکیاولی در ایتالیا، مردم ایتالیا بعد فهمید که سیاست از اونا خصمانه است. ما قبلا هم گفته بودون که این دیگه نمیتونه در افغانستان موثر باشه. او که با شاگرد آقای خلیلزاد که آقای تانویس باشه بیای سرنوشت افغانستان. ما دیگه با گفتی آمریکا، اگر آمریکا در امور افغانستان دیگه مداخله بکنم، ما خود ما شخصا نیستیم در افغانستان و تا بتانیم اما بارزی خود ادامه میدیم، به خاطر اینکه 40 سال شما صداقت خود نه پاکستان، نه انگلیس، نه آمریکا، نه کشورهای منطقه، نه ایران، نه دیگه هیچ کدوم از اینا صادقانه بر ما نبودم. ما نمیتونیم اعتماد کنیم سر اینا. بله، اعتماد خلاص شد. یک پرسان دیگه. بله آقای حسینی عزیز، خبر دیگه پخش شد که گویا مسکو میزبان آقای احمد مسعود و ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع است. وساطت میکنه که اینا با هم ببینن و به اصطلاح آشتی کنن. این خبر دقیق است؟ آیا احمد مسعود قبول میکنه مهمانی یا میزبانی مسکو در رابطه با دیدارش با یعقوب؟ دقیق معلومات ندارم که ملا یعقوب رفته باشه. من آگاهی دارم که احمد جان برن یا رفته باشن، و از ملا یعقوب من خبر ندارم که همراه احمد ششته باشه یا ملاقات کرده باشه. کشورهای قدرت ها همیشه، شو وقتی که روسیه در افغانستان بود، آمریکایی ها مجاهدین مسلم کردن بنامزی که روسا شکست خورد، از افغانستان روسا را کشیدن. آمریکا در افغانستان آمدن، روسیه طالبان مسلح کردن، تجهیز کردن که بر جهان وانمود کردن که آمریکا از افغانستان شکست خوردن.
ما تای 40 سال بالاتر از 40 سال قربانی همی ابرقدرت‌ها بودیم. چیزی که ما تقدیر رهبرا صدا میکنیم که اینا میلیاردها میلیارد دلار پول از سرمایه خون ملت افغانستان اینا جمع کردن و خوردن. بیاییم بس کنین، بیایی یک سال دو سال بر مردم افغانستان به خاطر منافع افغانستان. ما هم دوست داریم کشور ما مانند ایران باشه، ملت افغانستان دوست داره کشور ما مانند کشورهای همسایه باشه. اگر نه ما نمیخوایم مثل آمریکا و مثل انگلیس باشه، حداقل مانند کشورهای همسایه باشه. منابع داریم، نیروی فیزیکی داریم، حقل و منطق داریم، اما ما رو ابرقدرت‌ها نمیگذاره که ما همون نفسی که خداوند حق حیات بر ما داده همون نفس خدا بکشیم. یک مسئله دیگر که شهر زیبای چاریکا را نامگذاری مجدد که طالبا به نام امام اعظم ابو حنیفه مسما ساخت، شما فکر میکنین با توجه به اینکه سوشل میدیا و حتی صاحب نظرها گفتن یک وقت خربوزه امام صاحب چاریکاری نام داشت، بادرنگای شروع چاریکاری، حال میشه که بگوییم که شروع امام ابو حنیفه، بادرنگای امام ابو حنیفه، سلای چاریکاری یا سلای امام ابو حنیفه، ای به جای احترام یک توهین نیست؟ در مورد نامگذاری طالبات شهر زیبای چاریکار مرکز ولایت پروان چه نظر داری؟ خب اولا که به این مسئله بپردازیم، خواهر عزیز ما، ای رئیس جمهور اوکراینم یا مثل قذافی و صدام یا خودم ای امریکایی ها رو اعدام میکنه، یا مثل اشرف غنی فرار میکنه میره به یک کشور مانند دبی، مبلغ پولی هم بر خود میبره و آگاهی که ما داریم به یک از کشورها فعلا بر خود خانه خریده بر فرار. دو کار باید بکنه، یا باید این رئیس جمهور اوکراین توسط خودم این آمریکایی‌ها اعدام شوه یا فرار کنه. این خب بهتر امینه که امروز از اینجا آماده بود، از اینجا آماده بود با ایرتان میامد، سرمرز افغانستان خیلی به نفعش بود، این طرف نمیامد. این چیزی که تجربه‌ای که ما داریم. میایم سر مسائلی که مرکز پروان یا چاریکار تغییر داده، اینا همیشه به نقاط اساس ملت افغانستان دست میزنه. مثلا اینا میره در مزار شریف، یک طرفش نوشته از پنتون، یک طرفش نوشته از دانشگاه. جوانا، مردم ما، خانه مشترک ما هست افغانستان. افغانستان متعلق به پشتونا نیست، افغانستان متعلق به تمام اقوام است. ازبک، هزاره، پشهی، نورستانی، بلوچ، هیماق، تاتار، عرب متعلق به زینا هست. همین برادران فارسی زبان ما، همین برادران تاجیک ما، خوش است که همین یک طرف پنتون یا دانشگاه نوشته باشد، میره موجه محل علم و آموزش و تعلیم و تربیه و فهم و شعور از اونا هست. اینا به نقطه اساس رو دست میزنن. اولا امام ابو حنیفه متعلق به افغانستان یا چاریکار نیست، او پیروان ابو حنیفه زیاد است در جهان، در تمام دنیای اسلام، بله به دنیا هست، او ایت خرد و کوچک نیست که متعلق به ولایت پروان یا چاریکار شود. فقط صرف تضاد است که هر جایی که بره سر یک چارایی که این چارایی مثلا به نام قهرمان ملی باشه او را خراب کنه، این به نام آقای مزاری باشه او مجسمه زور خراب کنه، بره سر قبر احمد شاه مسعود قهرمان ملی سنگ زور بشکنه، بره به سر قبر نقیبی مولای نقیب قندهار بره قبر زور باز کنه، بره سر آنچه قبر بشکنن، مجر بشکنن، عزت و عفت مردم را بشکنان، مادن ما را چور تاراج کن، کلانای ما را بکش، نیروی کار ما را از وطن فرار کن، سیاسیون و دانشمندای ما از وطن فرار کن. بناهن شما دیدین که اینا اعلام کرد که ما 15,000 چوپان به عربستان و قطر و کشورهای غیر میدیم که چوپانی کنن. خب بناهن ما از چوپان وقتی که خواهر ما بی تحصیل بی تعلیم بمانم، از صنف 6 بالاتر درس نخوانم، خب اینا چوپان از چوپان چوپان تولید میکنن. دکتر یعنی مخالف نامگذاری طالبان هستن، میتونن که میتونستن که یک قانون فرهنگی به نام امام ابو حنیفه کنه، یا یک به یا غرض نیست، گفته پیروای امام ابو حنیفه در تمام دنیا اسلام هست. نام قدیمی هست، نام کهنی هست، نام در تاریخ ثبت است، حق نداره طالب او بیایه. در صورت میتونه بیایه که مردم پروان خودش بگویه که ما نام ولایت خود نه چاریکار است نه پروان است، این نام زو هست. رضایت مردم، وقتی که مردم دوست نداره، ما در خانواده شما 50% به خاطر عزت و وقار و منافع افغانستان مبارزه میکنه، 50% به خاطر عمران ماش و فامیل و دختر و بچه و مادر و خوشی خود اما زحمت میکشن،
خب وقتی که ما میخوایم کار کنیم که فامیل ما، اولاد ما، مادر ما، بچی ما، دختر ما از ما ناراضی باشه، پس ما به خاطر چی کار میکنیم؟ اینا فقط برای 4 تا طالب کار میکنن. بله ای هم دکته شده است. و سال آخر هم در مورد امروز شنیدم آقای حسینی عزیز که در وقت آقای غنی، در وقت زمامداری آقای غنی، به ارزش بیش از $1 بیلیون طلا قاچاق شده و رئیس جمهور هم در جریان بوده اما به اصطلاح همه تو تیر خود آورده و خاموش نشسته. در این قسمت چی نظر داری؟ آیا دست داشته؟ آیا خودش تحت گرفته؟ در مورد اشرف غنی آنچه بگویم کم است. اشرف غنی افغانستان طی 7 سال 7.5 سال دوران زمام اقتدار که به دست داشت به نیست رئیس جمهور تقلبی، افغانستان چور کرد، تاراج کرد، تمام منابع افغانستان استخراج کرد. من یک معدن دور میگم از دایکندی، ما سنگ داریم در دایکندی به نام سنگ بنفش، کو سنگ به جز از انگلیس، ایتالیا، فرانسه، کشورهای اروپایی هیچ کس نمیتونه او سنگ خریده. او سنگ از اوجا توسط عشمت غنی سر پاکستان میرفت، از پاکستان پروسس میشد به این کشورهای اروپایی میرفت. در این سنگ خود اشرف غنی شریک بود. قراردادی که معدن قرارداد کرده بود گفت ما ششته بودیم، عشمت غنی زنگ زد بر اشرف غنی که من انمی قرارداد کردم، گفت که 8 میلیون دلار قرار بود پیش پرداخت کنیم ما و 50% هم عشمت غنی همراه ما شریک شود. گفت ما برش گفتیم که یا 8 میلیون دلار نگیر که ما تو 50% به این معدن شریک کنیم، اگر این میگیری باز با معدن شریک نشد. گفت نه، گفت زنگ زد، گفت زنگ زد پیش روی ما بر اشرف غنی، پیش روی خود ما 3 نفر بودیم، او 3 نفر هم 3 نفر زنده است. گفت زنگ زد که من قرارداد دادم دور از جان شما باشه بر خانم کریمی. گفت خواه ایسابیا خور کرده؟ گفت بله. گفت دیپوزیت یا پیش پرداخت خود کرده؟ گفت من به عقل، گفت عقل نه، گفت حق تو شده، گفت کار تو شده، گفت من به تو کار ندارم. گفت شنیدی؟ یعنی ای از رئیس جمهور است، من با تو شریک کنم. همی قرارداد ما شریک شد، تمام همی سنگ عشمت غنی گفت میکشید با پاکستان. سنگ بنفش دایکندی در سر تا سر جهان بجز از دایکندی کس ندارم. طلا کشیده، پولم کشیده. چند شد پیش هم من مصاحبه داشتم آقای زرابی، کسی همین جا آماده بود، امرای من بود، آقای قبیسان بود، گفت 3 میلیون دلار از من گرفت مویه فضلی و اوتکی رئیس تدارکات ملی. گفت از پیش روی ما زنگ زد بر اشرف غنی فضلی گفت زنگ زد که قرارداد وزارت دفاع را ما بر زیادم داد و حسابی کنم تصفیه کردم. گفت بیخ درسته. گفت بعد از 20 روز افغانستان سکوت کرده، 3 میلیون دلار هم رم برده. چند دفعه پیش مویب به دوبی رفتیم، چند دفعه برای فضلی خوش نمبر آخر کل گیر خاموش کردم و چند دفعه اوتکی. گفت فیلن همون نفر امروز من برای زنگ زدم، گفت ما به دوبی هستم، ما میخوایم این دفعه خود اشرف غنی رو ببینیم یا پیسه مر بدیم یا نه که من مدارک میبرم تحویل حسینی میدم. یعنی هم از اینا شامل بودن در خیانت مال بیت المال. بر صورت می از همه خاطر آقای حسینی عزیز میگه اگر این رهبرها رهبر نمی بود، نفاق و جنگ در کشور نمی بود، اگر خودخواهی ها باعث نمی شد، کسی بدبین هم دیگر نمی بود، اگر اهل خرد در کرسی می بود برای جایلان دفتر نمی بود، اگر می بود زنده عالم دین ملای لوده در منبر نمی بود، اگر ما عمدل و امکار بودیم سر ما زیر ارخنجر نمی بود، اگر می بود میزان عدالت وطن پامال سمخر نمی بود.